گزارش عفو بین الملل درباره حمله وحشیانه دشخیمان رژیم به بند 350 زندان اوین. رژیم ایران وسیعاً تلاش کرده حوادث پنجشنبه سیاه را لاپوشانی کند. همه زندانیان باید از حق دسترسی مستمر به وکلا و خانواده هایشان برخوردار بشوند. ضرورت تحقیقات بلادرنگ، کامل، بیطرفانه و مستقل درباره ضرب و شتم و سایر بدرفتاری ها با زندانیان. عفو بین الملل روز پنجشنبه گزارشی را درباره حمله 28 فروردین دشخیمان رژیم به زندانیان بند 350 زندان اوین تحت عنوان ایران، عدالت یک کلمه بیگانه است، بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندان اوین منتشر کرد. عفو بین الملل در اطلاعیه که در همین رابطه منتشر کرده، خواستار انجام تحقیقات سریع، کامل، بیطرفانه و مستقل درباره ضرب و شتم و سایر بدرفتاری های صورت گرفته با زندانیان در زندان اوین در 28 فروردین می باشد. عفو بین الملل می نویسد، این بریف درباره واقعه است که در 17 آوریل 2014 28 فروردین 93 در زندان اوین تهران به وقوع پیوست. گزارش شده که طی واقعه 17 آوریل 28 فروردین در زندان اوین مقام‌های امنیتی رژیم ایران زندانیان بند 350 زندان را که محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است در حالی که ظاهراً اقدام به بازرسی سلولشان می‌کردند مورد ضرب و شتم و خشونت مستمر قرار دادند. مقامات امنیتی به اعتراض در زندان اوین را به طور هولناکی با خشونت پاسخ دادند. آنها زندانیان را کتک زدند و بر روی زمین کشیدند و به آنها توهین کردند. چنین بدرفتاری هایی با زندانیان سوء استفاده آشکار از قدرت توسط یک مقام زندان محسوب می شود. در گزارش عفو بین الملل همچنین آمده است، در حمله به بند 350 به زندانیان چشم بند و دست بند زده شد و بعد آنها را وارد تونلی تشکیل شده از مقام‌های امنیتی مجهز به باتون کردند و به طور مکرر به کمر، سر و صورت آنها ضربه زدند. عفو بین الملل می افزاید، بر اساس اطلاعات به دست آمده تعداد زیادی از نیروهای امنیتی شامل افراد لباس شخصی که نقاب بر چهره داشتند پس از ورود به بند 350 زندان در ساعت‌های اولیه 28 فروردین به مدت چندین ساعت زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. کسانی که دست به این حمله زدند شامل مقامات وزارت اطلاعات و اعضای سپاه پاسداران بودند که بخش‌هایی از زندان اوین را تحت کنترل خود دارند. عفو بین الملل می‌افزاید، تا کنون هیچ تحقیقات مستقلی درباره این حادثه صورت نگرفته است. یک هفته بعد از آن و در پی اعتراض‌های عمومی، غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های رژیم ایران از سمت خود برکنار شد. تا کنون مقام‌های رژیم ایران وسیعاً تلاش کرده‌اند حوادث پنجشنبه سیاه را لاپوشانی کنند. بی‌میلی مقام‌ها برای تحقیق و عدم حسابرسی عاملان و دستندرکاران حمله به زندانیان غیر قابل قبول است. مسئولیت یک مشکل دیرینه در رژیم ایران است. عفو بین الملل سپس خواستار تحقیقات مستقل، جامع و بیطرفانه درباره یورش رژیم به زندان اوین شد و تأکید کرد که همه زندانیان از حق دسترسی مستمر به وکلا و خانواده هایشان برخوردار بشوند.